خب ادامه مبحث حد دو میریم ایکس به سمت بی نهایت. سوال 100% کنکور و نهاییتونه. بعد بعضی ها میگن که اولا از رو نمودارم احتمال سوال اومدن نهایی هست بچه ها، مثلا اون صفحه 64 سوال 2 و 3 به نظر من خیلی احتمال سوال اومدنش هست. الان سوال 2 صفحه 64 رو بیارید. الان الفش x به سمت منفی بی نهایت، آخر x منفی بی نهایت 2 میشه، مثبت بی نهایت آخر اینور 0 میشه، b منفی بی نهایت اینور چند میشه؟ تو وقتی منفی داری میری جوابی نداره، داری میره همونجوری. حالا میشه گفت مثلا مثبت بی نهایت میشه و مثبت بی نهایت 2 میشه. p مثبت بی نهایت که بره اصلا نمیتونه مثبت بی نهایت بره، داره این ور میره، ولی منفی 1 منفی این وره دیگه، منفی 1 منفی عذر میخوام منفی 1 مثبت میشه چند؟ منهای 1. حله. خب ما x به سمت بی نهایت توضیح بدیم. ببینید تو x به سمت بی نهایت ما پرتوان به پرتوان رو میگیریم. بعضیا میگن آقا مثلا مثلا فاکتور گیری اینا، نه آقا خود نگاه کنید صفحه 63 وسط قبول کرده که پرتوان به پرتوان رو میتونیم بگیریم. صفحه 63 وسط و مثال پایینش رو نگاه کن، فقط منفی 12 x 5 به 3 x 2 رو گرفته، پس اجازه داریم که بگیریم. تو x به سمت بی نهایت چی کار میکنیم؟ ابتدا بزرگترین توان صورت و مخرج رو جدا میکنیم. سه حالت پیش میاد، یا توان صورت از مخرج بیشتره یا کمتره یا برابره. صورت بیشتر باشه بی نهایته، مخرج بیشتر باشه صفره، برابر باشه با هم میره آب اومه. فهمیدید؟ خب الان مثلا یه دونه خطی عمل کنیم براتون. صفحه 64 ب لیمیت منهای 1/2 x به اضافه 7x2 منهای 6. شما فقط تو x به سمت مثبت بی نهایته، فقط تو بزرگه باید بذاری، تمام شد. مثبت بی نهایت به توان سه مثبت در یه منفی ضرب میشه منفی بی نهایت. کسریش قسمت خ منهای 6x به اضافه 7x منهای 9 به 2x منهای 4x2 به اضافه x به سمت منفی. بزرگترین توان صورت به بزرگترین توان مخرج. خداحافظ. بفرمایید. تمومه؟ یه دونم خفنشو من حل کنم. نمیاد اینقدر سخت ها، ولی حالا بذار ببینید. لیمیت 7x به اضافه 4x2 منهای 3x به اضافه 1 2x به اضافه 9x2 منهای 5x به اضافه 4 x به سمت مثبت و منفی بی نهایت. بچه ها پرتوان به پرتوان، بزرگترین توان صورت اینه، چون این جذب بگیری با یکی میشه، مخرج هم اینه، جذر 4x2 2x اینم 3x. یه بار میگی مثبت بی نهایت، یه بار میگی منفی بی نهایت. مثبت بی نهایت که بری میشه این، منفی بی نهایت که بری میشه این، میشه 9x به 5x میشه 9/5، این میشه 5x به منفی x میشه منفی. چون مثبت که بری قدر مطلق مثبت میاد، منفی که بری منفی. بس x به سمت بینات واقعا همینه. حد تموم. رسیدیم به مبحث مشتق و کاربرد مشتق. حدود 10.5 نمره امتحانتونه. خب بودید بچه ها.
خب بچه ها مشتق چه؟ خب یه مشتق گیری داریم دیگه، مشتق توابع زیر را به دست آوری، ساده سازی مشتق هم لازم نیست. میخوای من یه دوره سریع فرمولای مشتق رو بکنم؟ مشتق عدد صفره، مشتق AX آه، مشتق AX N N AX N منهای یکه، مشتق جمع و تفریق عادی یو پریم مثبت منفی و پریمه، مشتق ضرب میشه مشتق اولی در دومی، مشتق دومی در اولی. ببینیم چجوری میاد از این. مثلا 2x2 به اضافه 5x منهای 1، 7x3 به اضافه 9x2. ببینیم مشتق اولی در دومی به اضافه مشتق دومی در اولی. حل اینم، ساده سازی هم نمیخواد. فرمول بعدیمون مشتق تقسیمه که میشه مخرج به توان دو، میشه مشتق صورت در مخرج منهای مخرج در صورت. یعنی چی؟ بیاید بگیریم یه چند تا. این میشه منهای یک به روی ایکس دو، مخرج به توان دو مشتق صورت در مخرج صفر منهای مشتق مخرج در صورت. اینو بگیرید، تستی ندید. مخرج به توان دو مشتق صورت در مخرج، گفته ساده سازی هم نمیخواد، منهای مشتق مخرج در صورت. همین، اینم نگاه کن، مخرج مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت. حالا اینم میگه، اینم کسری. رسیدیم به یو به توان n، میشه n یو پریم یو به توان n منهای یک. یعنی چی؟ 5x به اضافه 5x2 به اضافه 2x به اضافه 1 به توان 7. خدمت شما بعرضیم که 5x به اضافه 1 به 3x منهای 2 به توان 4 واقعا بسته دیگه. خب بریم در نهایی بسته، n یو پریم یو به توان n منهای 1. اینو بگید، n یو پریم یو به توان n منهای 1. حالا مشتق کسری، مخرج به توان 2، مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج. اینم از این. مشتق رادیکال ایکس انقدر مهمه که به عنوان یه فرمول میگم بهتون. این میشه مشتق رادیکال یو، اینطوری میشه یو یه تابه است، دو تا خودش یو پریم، دو تا خودش یو پریم. مثلا 5x2 به اضافه 7x میشه چی؟ دو تا خودش یو پریم. فهمیدید؟ و آخرین فرمولی که برای نهاییتون کاربرد داره اینه، یو به توان n m که اون فرمول معروفیه که بلدید دیگه، میشه m m یو به توان m منهای n n یو پریم. این میشه است. یه دونم از این حل کنیم ببینید، قطعا اینو که 100 درصد حل میکنم، اینم که 7 5x2 منهای 3x به توان 2. نگاه کنید، میشه ه هفت هفت اینها یو به توان ام منهای صورت ان یو پریم. یو به توان ان منهای یک نداره ها، اینو ببینید ام ام این یک صورت ان. این کل فرمولا دوره شد دیگه. ها
حالا بریم تعریف مشتق، سوال 100% نهایی تو. تعریف مشتق، میگه با استفاده از تعریف مشتق، مشتق تابع زیرا در سه به دست آورید. بچه ها من نظر باهاش و دلتا ایکس هیچ ما تو نهاییتون نرید، چون خیلی احتمال اشتباهتون زیاده. ببین گفته که اف ایکس منهای ایکس دو به اضافه ده ایکسه، میگه با استفاده تعریف مشتق مثلا در نقطه یه سه به دست آورید. خوبه؟ خب تعریف مشتق رو با این برید، لیمیت اف ایکس منهای اف آ ایکس منهای آ ایکس به سمت آ. بیا جلو اف ایکس آ همینه، حالا ایکس صفر هم بعضی ها میذارن جفتش درست، منهای اف سه ایکس منهای سه اینها این. خب بچه اف ایکس اون که خودش اف سه، اف سه رو در آر چه منهای نه به اضافه سی که میشه 21، منهای 21 ایکس منهای سه. خب یه منها فاکتور بگیر، ایکس منهای 7 در ایکس منهای 3، 3 منهای 7 منفی 4 مثبت مثبت 4. فقط برای اینکه میخوای ببین درست گرفتی یا نه من باشم، یه مشتق عادی بگیر آه که این جواب درسته، منهای 2 ایکس به اضافه 10 3 رو بذار توش، بیا شد 4 درست حل کردی. بگه تعریف مشتق باید با این برید. خب یه دونه صفحه 76 مثال 6 عمل میکنیم، بیارید صفحه 76 مثال 6. این تو خرداد پارسال اومد، اف ایکس ایکس منهای 2 مشتقش رو در نقطه منفی 1 با استفاده تعریف مشتق به دست آورید. خب تو فقط برای اینکه مطمئن بشی درست حل کردی یه اف پریمو بگیر، سه ایکس دو منفی یک رو بذار توش میشه سه دیگه، ببین جوابش درسته یا نه. خب بریم لیمیت اف ایکس منهای اف منفی یک ایکس منهای منهای یک ایکس به سمت منفی یک. خب این که ایکس سه منهای دوه، اف منفی یک چند در میاد؟ منفی یک به توان سه، منهای یک منهای دو میشه منفی سه، میشه منهای منهای سه به x به اضافه یک. این که با هم میره میشه x به اضافه یک به x به اضافه یک. نکتهش فقط اینه که اینو چاقو لاغر کنید، میشه x به چاقو لاغر چی به توان سه میشه x، میگه x علامت اینه. حالا x دو منهای x به اضافه یک، ماشاءالله منهای یک به توان دو یک، یک منهای منهای یک یک و یک و یک سه. فهمیدید؟ این تعریف مشتق این دوتا یه دونه هم بچه ها. این تعریف مشتق چون الان توش هستم بذار کامل بگم، کسان این مرگ مهمه، صفحه 91 شماره 89، صفحه 91 شماره 89 اینو بنویسید. خب
صفحه 91 سوال 8 و 9 خیلی مهمه. خب شروع میکنیم پاک کردن. بچه ها صفحه 91 به سال 8 بزن مرگ مهم. گفته که در تابع fx x دومن های 4 در نقطه 2 و منفی 2 باید کمک تعریف باشه مشخصه بررسی کنید. خوب گوش بدید. لیمیت fx منهای f2 به x منهای 2، لیمیت f x منهای f منفی 2 x منهای منهای 2. تا اینجا قبول دارید؟ خب x دو منهای 4 f 2 رو درارید، 2 به توان 2 منهای 4 0، f منفی 2 رو هم درارید، 4 منهای 4 جفتش 0. لیمیت x به سمت 2. حالا میگی یه بار 2 راست 2 چپ، منهای 2 راست منهای 2 چپ. خب 2 مثبت یه ذره از 2 بیشتر، اصلا 2 یه دهم، 2 یه دهم به توان 2 4 یه دهم، منهای 4 مثبت میاد بیرون دیگه. مزدوجش کن عزیزم، 2 2 4. دو منفی یه ذره دو کمتر، یک و نه دهم، یک و نه دهم به توان دو یه ذره چهار کمتر دیگه، سه و خورده میشه، قرینش میاد بیرون. دو دو چهار منهایش مشخصی نمیباشد، برابر نیست. منفی دو مثبت منفی یک و نه دهم به توان دو 3 و 9 تمام، منهای 4 قرینه میاد بیرون. برخلافی که همه فکر مثبت میاد. خب منهای 2 مثبت، منهای 1 و 9 تمام به توان 2 میشه 3 و خورده ای، منهای 4 منفی میاد دیگه. این هم که مزدوجش کن، 2 منهای 4 یه منهای 4 منهای 2 منفی، منفی 2 و 1 تمام به توان 2 4 و خورده ای مثبت میاد بیرون. مزدوج کن، منهای 4 بازم مشق پذیر نمی باشد. سوال 9 شو حل میکنیم، اینو بنویسید خیلی مهمه.
خب بچه های خیلی مهمه، سه سال نهش هم خیلی مهمه. ببینید چی میگه. میگه که مشتق تابع ایگرگ مساویه یا همون اف ایکس مساویه فورجه سه ایکس دو را به دست آورده و مشتق در چه نقطه مماس قائم دارد. اولا مشتقش که اینه، من بگیرم براتون باز، دو در یک سه تا فورجه سه ایکس یک. با تعریف مشتق بخوایم بریم در چه نقطه گفته؟ صفر گفته؟ خب نه، اگه گفته هم مشتق به دست بیارید همینه بچه، تمام شد. خب صفر دیگه، ریشش صفر دیگه، همین دیگه، تمام شد. چون عدد به روی صفر میشه بی نهایت دیگه. ببینید معادل خط ما الان اینه که الان ازش حل میکنیم. خب این معادل خطه، اگر شیب صفر باشه معادله اینطوریه، اگر شیب بی نهایت باشه معادله اینطوریه. این هم تو ذهنتون داشته باشید که اینو میگن موازی محور ایکس ها، اینو میگن موازی محور ایگرک ها. فهمیدید عزیزان؟ خب صفحه 75 مثال یک رو بیارید. صفحه 75 مثال یک گفته که اف ایکس سه ایکس دو منهای دو ایکس به اضافه یکه. معادله خط مماس را در نقطه به طول دو بر آن به دست آورید. بچه ها لفظ معادله خط میاد فرمول اینه، وقتی میگه در نقطه به طول دو یعنی ایکس دوه، بذار تو تابت اف ایکس همون ایکسه دیگه، سه در دو به توان دو، دو در دو به اضافه یک میشه دوازده منهای چار هشت، هشت و یک نو، نقطمون شد دو هشت. بیا چیز نو هشت کجا بود؟ خودم میگم نو میرسم هشت، خیلی جالب. بیاید دو نو نو. خب شیب و شیرو به دست بیاری، شیب یعنی مشتق، 6 ایکس منهای دو، ایکس چنده؟ دو، 6 در دو منهای دو چه ده. ده این مماسه. اگر گفت قائم یا عمود، این تو ذهنت باشه، معکوس قرینه، معکوس قرینه منهای یک دهم در ایکس منهای دو، اینم قائم. پس ایکس رو میذاری ایگرگ رو در میاری، مشتق میگیری ایکس میذاری توش، میشه شیبت شیب مماسه معکوس قرینه. یاد نره ها، فقط اینو ضربش کن، اینم ضرب کن بیار اون برا. سوال یک صفحه 75 بود. یه دارم اونجا داره اونم زل کنم. صفحه 72 وسط صفحه کار در کلاس، صفحه 72 وسط صفحه کار در کلاس. خب بریم. معادله خط مماس بر منحنی ایگرگ مساوی ایکس دو به اضافه سه در نقطه منفی دو. خنده شدم میگیره. اینایی که سر کلاس من بودن دیگه من نمیدونم واقعا. منفی دو رو بذار توش میشه هفت،
مشتقش چی میشه؟ منفی دو رو بذار منفی چار. شیگرگ منهای هفت منفی چار در ایکس منهای منهای دو. این مماسه. اگر گفت قائم معکوس قرینه. بفرمایید اینو مسی. خب این هم دوستش دارم بیارید. صفحه 80 مثال آخر. ایگرک مساوی فرجه سه ایکس. با تعریف گفته برید دیگه. در نقطه ایکس مساوی صفر. خب میشه اف ایکس منهای اف صفر ایکس منهای صفر. میشه فرجه سه. اف صفر چند میشه بچه ها؟ به ایکس دیگه. درسته یا نه؟ صفحه 80 مثال آخر. خب این میشه ایکس به توان یک سوم به ایکس به توان یک. اینا رو با هم بزنید میشه ایکس به توان دو سوم. درسته؟ خب دو سوم اینطوری مینویسید دیگه. بعد عدد به روی صفر بی نهایت. اصطلاحا میگم مماس قائم. یعنی اون سواله بودش که حل کردم این. برای همین شد. حالا اگه بخوای با تعریفش هم بری میشه اف ایکس صفر منهای صفر ایکس منهای صفر. میشه ایکس به توان دو سوم به روی ایکس. میشه یک به روی ایکس به توان یک سوم. صفر رو شما توش بذاری میشه عدد به روی صفر بی نهایت. اصطلاحا میگم مماس قائم. این هم همون سوال از صفحه 91 مثال 9. صفحه 91 مثال 9. بنویسید بچه اینا رو. خب بچه یه دونه از این مشتق دوما حل کنیم من خیلی راحت بشه. خیلی چرته ولی خب یه دونه حل کنیم. صفحه 92 مثال آخر. گفته که اف ایکس 5 ایکس منهای 4x تو منهای 3x است.
اف زگوند منفی، خب اف پریم چی میشه؟ اف زگوند چی میشه؟ منفی یک، منفی یک رو بذار توش، منفی 38. این بازی ریاضی بود دیگه. خب رسیم به مبحث آهنگ تغییرات. آهنگ تغییرات هم سوال 100% کنکور و نهاییتونه. خب بچه آهنگ تغییرات بذار من جیسی بهتون بگم. دو مدل داریم. اگر گفت آهنگ متوسط یا دو نقطه داد، مثلا یه تابعی داده مثل این در x مساوی مثلا دو ها یک، یا بازه رو اینطوری هم میده، میتونه بگه x یک x دو دو، یا بازه یک و دو. بگه آهنگ متوسط f عدد بزرگه منهای f عدد کوچیکه، عدد بزرگه منهای عدد کوچیکه. این دوتا و اینا یه معنی میده. دو دو تو تابعت بذار، مثلا اینو بکنش سه. خب سه تو تابعت بذار، منهای یک رو بذار تو تابعت، یک میشه نو. منهای شیش سه، سه منهای منهای یک چهار، یکم چهار. اگر لفظ آهنگ آنی بیاره مشتق میگیری یا لحظه ای؟ مشتق میگیری ایکس رو میزه توش، مثلا گفتی در نقطه ایکس مساوی سه، سه رو بذار توش چهار. پس آهنگ متوسط بگه این دو تا مونده میده، اف عدد بزرگی من اف عدد کوچیک، عدد بزرگی من عدد کوچیک. بگه آهنگ آنی یا لحظه ای، مشتق بگیری ایکس رو میزه توش، همین یاسی. خب صفحه 100 جزوه رو بیارید. میگم جزوه، کتاب، عذر میخوام. صفحه 100 مثال 4 رو ببینید. مثال 7 رو ببینید، 7 بهتره. رادیکال تی به اضافه 2 تی سه. گفته که در تی گفته، من چه این الف گفته که آهنگ متغیر رو در لحظه تی مساوی 3 تا تی مساوی 4 به دست بیاری. به گفته چی؟ در لحظه 3. ببین چی میگه. خب دو تا نقطه بده، گفتم دیگه عدد بزرگه منهای عدد کوچیکه، 4 رو بذار توش، سرم بذار توش. میشه دو، چهار به تماس 6128 با دو میشه 130. اینم که میشه 27 و 54، هیچی دیگه. منهای 3 منهای 54 به روی یک دیگه. در لحظه 3 مشتق سری میگیری آنی یا لحظه ای؟ سه رو بذار توش، 9 6 تا 54 تا 54 به اضافه 1 به روی 2 رادیکال 3. این هم هست. خب یکی دیگه هم میخواد حل کنیم که کاربرد رو شروع کنیم دیگه. حدود 10.5 نمره نهاییتون مشتق و کاربرده. حالا چون بارم دقیقا بارم قبلی 8.5 بود، الان دوتا هست شد 10.5 نمره کفش هست، شاید تا 11.5 هم بره. همین رو هم بخونید دیگه. گفتم 18 تا 20 دارم جلو دوربین میگم. سوال 4 رو ببینید. خب بنویسید اینو. 4 رو ببینید. که اینو حل کنیم بریم چیزو شروع کنیم میگه. کاربرد.
خب چهار چی گفته؟ گفته صفحه 100 معادله حرکت متغیری اینه، بر حسب 0 تا 5 به دست بیارید. خب F 5 منهای F 0 5 منهای 0 25 منهای 5 20 30 30 منهای این میشه 20 50 4 اینا از این. سوال آخر صفحه 100 هم بچه ها یک رو میذاری صفر رو میذاری بهش 100 رو میذاری صفر رو میذاری دیگه. کاربرد مشتق، بسم الله الرحمن الرحیم. کاربرد مشتق، سوالی که از کاربرد میاد بنویسید اینو بگم بهتون چیا میاد. خب کاربرد رو بیارید ببینید. سوالای کاربرد اینه، من بهتون بگم چیا میاد. 8 صفحه 100 گفتم که F1 منهای F0، F100 منهای F0 دیگه. ببینید بچه ها، کاربرد یه صعودی نزولیه، یه بحرانیه، یه ماکسیمین مطلق یا اکسترموم، اسم دیگه سودیوز هم یک نواییه، یه دونه ماکسیموم مینیموم نسبیه، یه دونه هم بهینه سازی. همین. پس شد چی؟ سودی نزولی، بحرانی، ماکسیمینوم مطلق، نسبی، چیز بهینه سازی. شاید هم مشتق ناپذیری بیاد. خب وقت داریم، 50 دقیقه وقت داریم، میرسیم ببندیمش. واقعا 5 فصل رو براتون در حد نهایی دوره کردم تو 3 ساعت. یعنی حتی اگر چیز بود، حالا مقاطع رو نه، ولی اگر حتی 2 فصل آخرم بود احتمالا میرسم تا همین تایم دوره کنم. یعنی 6 فصل تو 3 ساعت براتون دوره میکردم. خب بریم اول برای صعودی نزولی. صعودی نزولی یعنی چی؟ یعنی یک نوایی، یک نوایی، یک نواخ نه، یک نوایی. اگر بگه مشتق مثبت سعودی اکید، اکیدن سعودی یا سعودی اکید، مشتق منفی نزولی اکیده، مساویداش سعودی خالی میشه، مساویداش نزولی خالی میشه، اینش خط میخوره. فهمیدی چی شد؟ یعنی چی؟ در همین حدی که یاد میگیریم تو نهایی خواهد اومد. بچه ها صفحه 112 سوال 1 و 2 رو بیارید. گفته که fx x منهای 12 x به اضافه 4 در بازی نزولی اکیده. سوال بعدیش هم سوال 2ش هم حل میکنم. اینم گفته در چه بازی صعودی و نزولی اکیده. بریم مشتق بگیر. x 2 4 x میشه مثبت منفی 2. مگه نگو بذار اصلا بس 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 اینجوری بطور کنم بهتر بفهمید تازه. بس بیت اینجوری تازه بهتر میفهمید بدون جدول. من گفته چی اولی ها؟ گفته که نزولی اکید است. گوش بده،
مشتقش رو بگیر. ای وای نزولی اکید مساوی هم نداره، اگه اکید بیاره مساوی نداره. 3x2 = 12 x2 = 4 بچسب. دو نکته خودمونه دیگه، تمام شد دیگه. در این بازه نزولی اکید است. بعدی گفته در چه بازه سعودی یا نزولی است. شما مشتقش رو بگیر، مخرج به توان 2 مشتق صورت. مشتق صورت در مخرج، منهای مشتق مخرج در صورت. حالا گوش بده، این که همواره مثبته. یه بار پس اینو اینجا قرار میدی که میشه x بزرگتر از 0. در این بازه اکیدن نزولی است. یه بار اینو مثبت قرار میدی میشه x کوچیکتر از 0. در این بازه اکیدن صعودی است، چون این مثبت قرار دید، چون این همواره مثبته دیگه. این منفی باشه همواره منفی یا نزولی، این مثلا چه همواره مثبت. اکیدن نزولی، اکیدن صعودی. پس شد اکید گذاشت مساوی نمیذاری، فقط صعودی گفت بزرگتر مساوی، نزولی گفت کوچکتر مساوی. اشتباه حل کرده دیگه، اشتباه حل کرده. بسته نیست، بازه. اگر میگفت سود چیز نزولی خالی بسته بودی، اگر گفته اشتباه حل کرده. اکید میگه باید مساوی نذارید، جواب اشتباهه. اینجا بچه ها سوال پرسید، شما چک میکنم دیگه. گفته بود که پاسخنامه این مساوی گشته، غلط گشته، چون گفته اکید. ببینید صفحه 112 سوال 1 که گفته نزولی اکید باشد کوچکتر از صفر، نزولی خالی مساوی داره که این مساوی میشد. اگه گفته اشتباه گفت. خب این از صعودی و نزولی. رسیدیم به بحرانی. اولا بحرانی، حالا بچه که شاهد من بودن گفتم ابتدا و انتهای بازه جزء نقاط بحرانی هست و ماکسیموم مینیموم مطلق میتونه باشه، نسبی نه. پس ابتدا و انتهای بازه اون صفحه، بیا کتابتون رو صفحه 110 رو ببینید. 9 رو گفته نقطه بحرانی نیست، اصلاحیه اومده هست. 1 رو گفته نیست، اصلاحیه اومده هست. پس ابتدا انتهای بازه جزء نقاط بحرانی هست. من اول بحرانی برای بچه‌ها یه بار دیگه جا بندازم. ببینید بحرانی از تاب مشتق، مشتق برابر صفر. از تاب مشتق، مشتق برابر صفر یعنی چی؟ خوب گوش بدید. مثلا این سوال، این سوال، این سوال میگه بحرانی تاب زیر رو به دست بگیرید. تا لفظ بحرانی اومد از تاب مشتق بگیرید. تو بحرانی و ماکسیموم مینیموم وقتی مساوی صفر قرار میدی که تو بحرانی و ماکسیموم مینیموم این کارو میکنی، هم صورت و مساوی صفر قرار میدی هم مخرج. تنها جایی که تو ریاضی این کارو میکنی اینه، تو بحرانی و ماکسیموم مینیموم هم صورت مساوی صفر هم مخرج. اوکی ایکسایی که در میاری باید تو دامنه اصلی سوال باشه. خب این که صورت ریشه نداره ولی مخرج ریشه داره که
علی نیست، تو دامنه تعریف نمیشه، نقطه بحرانی ندارد، صورت مساوی صفر نداره ولی مخرج مساوی صفر داره، هست تو دامنه تعریف میشه، صورت مساوی صفر، مخرج هم مساوی صفر. این چه هست؟ این هم هست، اینها دیگه صفر میکنه دیگه. دو ناخر نیست، چهار منهای 16 نیست، چهار منهای 8 میخوام، منفی 4. پس برای بحرانی و ماکسیموم مینیموم مطلق از تابع مشتق میگیری، هم صورت صفر هم مخرج صفر. خب ایکس ها باید تو دامن اصلی سوال باشه، ابتدا انتهای بازم جزء نقاط بحرانی هست. ببین الان فهمید همه؟ بنویس بوید بچه سری بنویسید اینا رو. بله بله سلام استاد، من سر کلاس آنلاینم، بهتون تماس بگیرم؟ معذرت میخوام، خداحافظ. خب استاد راهنمای مقطع دکترامون بود، بذار دفاع کنه، میگه پی اچ دی مون رو میگیریم. میگه خب خب بریم ببینیم چی میگه. نقاط بحرانی توابع زیر را به دست آورید. بچه ها ما امروز داریم برای نهایی درس میدیم، نه کنکور. نهایی همین هست. حالا ببینید دیگه، فردا میرید مشابه همین هست، حتی میتونم اینو بگم قاطعانه. خب ما برای بحرانی گفتیم از تابع مشتق، تا رادیکال میبینی دوتا خودش یو پریم، تا میگه بحرانی مشتق، تا میگه بحرانی مشتق، هم صورت صفر هم مخرج. کدوم ها قابل قبوله؟ مصاد منفی دو رو بذاری تو اینکه صفر میکنه، صفر هم بذاری دو، سه تا نقطه بحرانی داره، تموم. این مساوی صفر از x فاکتور، این که خطیه دیگه، جفت قابل قبول، این هم صورت مخرج هم صفر. بله این هم قابل قبوله دیگه، تو دامنه هست. سه تا بحرانی، دو تا بحرانی، یه دونه بحرانی، بنویسید. نه 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 نه، بحرانی ایکس هایی که دست بیاری تو سوال میذاری، مثلا تو دامنه باید باشه، مثلا رادیکال منفی نکنه، مخرج رو صفر نکنه. سوال سه تا قبلی توضیح دادم که گفتم رادیکال منفی نکنه، مخرج هم صفر نکنه. مثلا اگر این رادیکال منفی میکرد نقطه بحرانی نبود، یا مخرج رو مثلا ببینید این سوال توضیح داده، سوال قبلی که شما تابع که مشتق میگیری چی میشه؟ این میشه دیگه، درسته یا نه؟ مخرج رو که مساوی صفر قرار میدی x میشه صفر. خب این غیر قابل قبوله دیگه، این غیر قابل قبوله. اینا فهمیدی چرا؟ چون تو دامنه نیست. ولی این سوال اینا مشتق که میگیری تو دامنه هست، قابل قبوله. نه صفر کنه، اصلا ربطی به صفر نداره، تو رادیکال منفی نکنه، مخرج رو صفر نکنه، تو دامنه باشه، تو بازه که سوال میده باشه.
فهمیدید؟ این سوال کتاب هم خیلی مهمه. صفحه 106 اون مثاله، این یه دونه صفر داره. اگه گفت چند تا بحرانی داره باید اینو بگید. این سه تا خیلی مهمه. این چقدر دارم میگم و شکلشم براتون میکشم. این قدر مطلق x بیرون منهای دو، دوتا میاد پایین، بعد کلن تو قدر مطلق این پاک میشه، اینطوری میشه. در از شکل اصلی ما اینه بچه ها. ببینید اینطوریه. این دوه، این منهای دوه، این هم صفر. تابع در جایی که شکستگی داره نقطه بحرانیه یا مشتق ناپذیریه. دو صفر منفی دو، این هم خیلی مهمه. صفحه 106 کتابتونه. خب این هم نقطه بحرانی. بذار یه دونه دیگه هم تو بازهش رو مرتل کنم. این رو بنویسید، بنویسید این رو زود بودی بچه. خب بچه ها یه دونه دیگه بحرانی بذار حل کنم، اینو بنویسید. میگه این تابع چند نقطه بحرانی دارد در این بازه. سری مشتق بگیر. صفر، این قابل قبول نیست، در بازمون نیست. کتاب گفته الان فاقد نقطه بحرانی. گفتم وقتی اصلاحیه اومده ابتدا انتهای بازه جزء نقاط بحرانیه. این تابع دو نقطه بحرانی دارد، ابتدا انتهای بازه. ریشه این تو این بازمون نیست دیگه، جا افتاد دیگه. بحرانی در همین حد تو نهایی بس. بریم ماکسیموم مینیموم مطلق رو بگیم اول. مطلق ماکسیموم مینیموم مطلق میدونی چی جوریه؟ انگار که سوال داره میگه بحرانی توابع زیر را به دست آورید. ماکسیموم مینیموم مطلق میگه، انگار داره میگه آقا ماکسیموم مینیموم چیز توابع زیر را به دست آورید. یعنی وقتی سوال گفت آقا ماکسیموم مینیموم مطلق توابع زیر را به دست آورید، یه گاه میگه بحرانی، فقط یه گاه به اضافه داره. پس گفته ماکسیموم مینیموم مطلق توابع زیر را به دست آورید. گفتم چیکار می‌کنی؟ مشتق برابر صفر، انگار داره میگه بحرانی، فقط یه گام اضافه داره. x ها رو تو تابع اصلی می‌ذاری. بیشتری ماکسیموم مطلق، کمتری مینیموم مطلق. خب بریم ببینیم چی میگه. f پریم f پرایم به قول با کلاس ها از 6x فاکتور یه ریشت صفر یه ریشت 3. میفهمید؟ خب صفر این قابل قبول نیست، این قابل قبوله. سه خارج باز است. الان هم بگه چند تا بحرانی داره، ابتدای بازه، انتهای بازه، ریشه مشتق. سه چون تو بازمونی حساب نمیشه. صفر رو بذار میشه منهای 13، منهای 1 رو بذار میشه 2، 9 منهای 13 میشه منهای 1، منهای 2 میخوام. 2 رو بذار
دو به توان 3.8 منهای 16، دو به توان 2.4 9 تا 36 تا منهای 13 میشه منهای مثبت 7. خب بیشترین چنده اینه دیگه، ماکس مطلق کمتره اینه دیگه، مینه مطلق. تمام. سریع بچه ها بنویسید اینو، بعدیش رو ببینیم چیکار میکنیم، بعدی رو حل کنیم ببینیم چی میگه. صفحه 112 ب. خب تا لفظ ماکسیموم مینیمم آورد انگار بحرانی داره میگه دیگه، 3x2 به اضافه 2 0. یه بار سوال ببینم x3، بله درست داشتیم. خب x2 میشه منفی 2 سوم، اصلا همچین چیزی امکان نداره. علی ابتدا انتهای بازه رو داریم. الان بگه چند تا بحرانی داره، میگه چی؟ دو تا. منفی 2 رو تو تابت میذاری میشه منفی 8 منهای 4 منهای 5 میشه منفی 17. 1 رو تابت میذاری 1 به اضافه 2 منهای 5 میشه منفی 2. این میشه ماکس مطلق، این میشه مین مطلق. تموم شد رفت. پس ماکسیموم مینیموم مطلق که گفت انگار داره سوال میگه بحرانی را به دست بیارید. مشتق برابر صفر. ایکس هایی که در میاری تو دامنه باشو اینا که قابل ایکس رو میذاری تو تابه، بیشتری مقدار ایگرگ ماکس مطلق، کمتری مقدار مین مطلق. تموم. فینیش. بریم نسبی. سوال 4. نسبی رو باید با جدول بگید. نسبی رو بگم بعدش بهینه سازی و تموم. دو کلاسمون تمومه دیگه، چون من دو و نیم جای دیگه کلاس دارم. خب تو نسبی چی کار میکنی؟ باز مشتق رو به دست میاری؟ صفحه 112 مثال 4، باز مشتق رو به دست میاری، جدول تعیین علامت میکشی. الان توضیح میدم کامل، 100% اینا تو نهایی کنکور خواهد اومد. خب ببینیم چی کار میکنی. گفته نسبی رو به دست بیارید. انگار باز داره میگه بحرانی. 3x2 به اضافه 6x منهای 9. خب آب اضافه بی به اضافه سی صفره. یه ریشه یکه، یه ریشه سی آم. این هم بذارم یعنی حلش کنم. منهای 6x2 به اضافه 6x به اضافه 12. بی آب اضافه سیه. یه ریشه منفی یک، یه ریشه منفی سیام میشه دو. خب یه جدول میکشی، این نسبیه، موضعی هم میگه اینا رو از کوچک به بزرگ مرتب میکنی، ایگرک پریم ایگرک. یه جدول میکشی از کوچک به بزرگ مرتب میکنی، ایگرک پریم ایگرک. خب بریم چی میگه. تابع اصلی ایکس و ایگرک، منفی بی‌نهایت به توان 3 منفی، مثبت بی‌نهایت به توان 3 مثبت، منفی بی‌نهایت به توان 3 منفی، منفی در منفی مثبت، مثبت بی‌نهایت به توان 3 مثبت، یه منفی ضرب میشه منفی. یک بذار توش، یک با 3 4، 4 منهای 9 منفی 5 منفی 15. منهای 3 بذار، منهای 3 به توان 3 منفی 27،
منهای 3 به توان 2 9 3 تا مثبت 27 که با هم میره، منهای 2 در منهای 3 میشه 27، منهای 10 میشه 17. منهای 1 تو تابع اصلی، منهای 1 به توان 3 منها، منها در منها مثبت، منهای 1 به توان 2 1 3 تا 3 تا، منهای 12 منهای 9 میشه 5، منهای 7 منهای 16. دو رو بذار عزیزم، دو به توان 3 8 تا 16 تا، دو به توان 2 4 تا 12 تا، 24 منهای 9 میشه منهای 4 منهای 13 11 میشه. خب حالا گوش بدید، از منفی بینات به منفی 17 زیاد، کم زیاد، کم زیاد، کم. اینایی که کمه منفی، اینایی که زیاده مثبت، اینایی که زیاده مثبت، اینایی که کمه منفی. حالا نگاه کن اینجوریه، این حالتش اینه، اینجوری باشه این نقطه ماکس نسبیه، این نقطه مین نسبیه، اینطوری باشه مین نسبیه، اینطوری باشه ماکس نسبیه. بچه ها جفت اینطوری بود میگی صعودی، جفت اینطوری بود میگی نزولی. پس این ماکس، این مینه، یعنی منفی 3 ماکس نسبیه، 1 مین نسبیه. این منفی 1 مین نسبیه، 2 ماکس نسبیه. بنویسید. سوال جیمش هم حل میکنم، اون شیشه هم که مرگ مهمه، میریم بهینه سازی دیگه. بدوید. خب سوال آخر اون صفحه 112 مثال 4 پ گفته که اچ ایکس باشه باشه اچ ایکس منفی ایکس منهای 3 ایکس به اضافه 2، گفته که ماکسیمم مینیمم نسبی اون رو به دست بیارید. مشتق سری دیگه، سری مشتق. منهای 3 x و منهای 3 0، منهای x 3 منهای 3 x به اضافه 2. خب میشه منهای 3 x 2 1 چی 3 x 2 منفی 1. نداره دیگه، تموم شد. نداره. تابع ماکسیمم مینیمم نسبی ندارد. سوال 6 صفحه 112 بزن، مرگ مهم. سوال 6 صفحه 112 رو
بزن. مرگ مهم. اینو بگیم بهینه سازی رو شروع میکنیم. خب گفته در تابع اگر نقطه دو یک نقطه اکسترموم نسبی تابع باشد بیبدی کدام است؟ گوش بده، خیلی مهمه. اسم این چیه؟ اسم این چیه؟ ایکس و ایگرگ بذار توش دیگه. این که ایگرگه، این هم ایکسه. اینو بر اون بر. لفظ اکسترموم اومد مشتق برابر صفر. مشتق ببین ایکس و ایگرگه، نه ایکس و ایگرگ پریم. دو رو توش بذار. چار ب منفی دوازده، ب میشه منفی سه. به جای ب بذار منفی سه. این هم میاد اون بر. میشه پنج. خیلی مهمه اینا. ببین اسپین ایکس اسپین ایگرگه، میذاری توش یه معادله. اکسترم مشتق برابر صفره، ایکس رو توش میذاری تمام. بنویسید بریم توی چیز بهینه سازی. خب بریم بهینه سازی رو ببینیم چیکار میکنیم. خب بهینه سازی هم بچه یه سوال کنکورتونه، یه سوال نهاییتون هم هست دیگه. خب سوال اول بهینه سازی بچه گفته که سوالای بهینه سازی کتاب خیلی مرگا. گفته که نشان دهید در بین تمام مستطیل با محیط ثابت 14 یعنی 2 در طول به اضافه عرض 14 مستطیل بشه مسافت که طول عرض یکسان داشته باشد. خب بیه دیگه، بیه این نکته است دیگه. خب چجوری حل میکنیم نگاه کنید. تقسیم بر محیط که میشه طول به اضافه عرض در 2 دیگه. x به اضافه y میشه 7، y میشه 7 منهای x. چاش بذار ببینیم چی میشه. x در 7 منهای x ضربش کن میشه منهای x2 به اضافه 7x. مشتق 0 میشه منهای 2x به اضافه 7. x میشه 7 دوم. x 7 دوم بذار تو این 7 منهای 7 دوم هم میشه 7 دوم. مساحتش هم میشه طول ضرب در عرض. هفت دوم ضرب در هفت دوم، حالا هرچی شد دیگه 12 و 25 میشه. این هستی بعثت اسطوره کنکور ایران 48 هفته.